قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند همانا تنها خردمندان پند میپذیرند. بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا وايضا قال الله تعالى في مقام اخر ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه صدق الله مولانا العظيم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفزت فرجها، وأتاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة، من أي أبواب الجنة شئت رواه أحمد وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل إمرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنته الملائكة حتى تصبح متفق عليه حزار محترم دوستاي نهاية عزيز مسلمانان متدین عام از بزرگا متعلمین محصلین جوانا همه و همه حضور همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدا را سپاسگزار هستم که بار دیگر در محضر شما بزرگواران و عزیزان و در محضر شما شخصیت های گرامی و عزتمند پیرامون مسائل دینی و ارائه معلومات دینی بار دیگر قرار گرفتم اینک تا لحظات فرا رسیدن ادای نماز مکتوبه چیزی که در هفته گذشته وعده کرده بودیم در جمعه گذشته مفاهیم والای اسلام را به او رابطه با شما در میان خواهم گذاشت در هفته که گذشت پیرامونی حقوق زن بر بالای شوهر صحبت کردیم که یعنی زن بالای شوهر خود در روشنی آیات خدا و احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و در روشنی دساتیر بالای مکتب قدسی اسلام صحبت صورت گرفت و در او جمعه چون با حجم موضوع نتوانستیم که حقوق شوهر را هم ارائه کنیم وعده داده بودیم که در هفته آینده پیرامون حقوق شوهر بر زن البته همه حقوق شوهر بر زن ارائه و تقدیمش در یک خطبه جمعه امکان پذیر نیست ولی مشت نمونه از خروار الله چیزی که ما حضره جمع کردیم او را حضور شما تقدیم خواب نمودیم آیه اولی که حضور پرنور و چهره های درخشنده شما قرائت گردید پروردگار قدیر جلت عظمته با لفظ فسیح نطق سریح گویای قرآن میفرماید: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقو صدق الله مردها بر زنها قیم یعنی مدبرا و هم مربیا تطبیر کنندهی امور و تربیت کننده هستن برای چه بما فضل الله بعضهم علی بعث به آن فضیلتی که پروردگار جله جلاله بعضش را بر بعضش نصیب کرد آیه مبارکه را سبب نزولش که پیگیری بکنیم معنا و مفهوم آیه به ما کاملا واضح میشه دکتر علامه صابونی رحمه الله تعالی از جمله فقهای معاصر دو جل تفسیری دارند به نام تفسیر آیات احکام صرف آیات احکام آیاتی که پیرامون احکام 500 آیه یا چیزی کمتر آیات را تشریح کرده در اید دو جلد توشیه یافت در اینجا نوشته میکنه به نقل از تبری ابن جریر جامع البیان و مفسرین دیگر که شخصی به نام سعد ابن ربیع از جمله انصار و رؤسای انصار شخصیت بزرگ از انصاری ها یعنی جمله نقبا بزرگان و شخصیت های نخبه بود همسرش حبیبه بنت زید را به سلی زد روی مسائل خانوادگی گفتگو همسرش به سلی زد فلا به سلی زدش سلی محکم ای خانه پدرش را و پدرش عرض کرد که همسرم مرلت کرد قسمی که معمول امروز هم هست زمانی که همسرها یک کمی اذیت میبینن یا تکلیف میمیرن اما پناهگاه خود پدرم میبینن یا برادرم میبینن با شکایت میکنن میره پدرش ایره گرفته حبیبه را گرفته در نزد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم حاضر شد گفت افرشته کریمتی فلتمها ما دختر خدا دختر عزتمند خدا به او به زناشویی دادم به او به نکاح دادم ولی او ببینی رو به سیلی زد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت برو از سعد ابن ربی قصاص بگی قصاص تا بگی برو برو زمانی که برگشتن همزمان جبریل امین نازل شد و ای آیه مبارکه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا آية دراز است این نصف تقریبا نصفش هم کامتر است که حضور شما عرس کرد این إيه آیه را نازل میک پیامبر صلی الله علیه و وسلم زمانی که از وحی فارغ شد صدا کرد که اونها را برگردانید اونها را برگردانید وقتی که برگشتن آیه تلاوت الرجال قوامون على النساء زنها قیم مدبر و مرب... مردها زن... برای زنها قیم و مدبر و مربی هستند یعنی این حق شوهر بود که زدش ما خود نبی اکرم صلی الله علیه و ادامه حدیث است که ما کاری را اختیار کرده بودیم فیصله کرده بودیم ولی خدا فیصله دیگری کرد فیصله خدا بالاتر است اینجا فسا... فیصله که رسول خدا کرده بود که برو قصاص بگی بر اساس اجتهاد خودش بود نه از روی شرعی که آیت نازل شده بوده باشد بلکه از روی اجتهاد بود زمانی که آیه نازل شد پیامبر صلی الله علیه و از اجتهاد خود بر برمیگردد و میگه و ما قضا الله افضل آن چیزی که خدا فیصله کرده آن چیزی که الله جل جلاله فیصله کرده او بهتر است ای دستور شرع و دستور مقدس اسلام است پیرامونی مسئله یکی از مسائل حقوق همسر بر بالای زوج. فقها یک فصل دارند به نام ولایت تعدیب زوج ولی زوج ولایت تعدیب به همین عنوان علامه کاسانی رحمه الله از علمای صده پنجم هجری که در حدود 900 سال قبل از ما گذشته هفت جلد فتاوا داره به نام بدای الصنایع فی ترتیب الشرایع در اینجا نوشته میکنه ولی زوج ولایت و تعدیب. برای زوج ولایت تعدیب از جانب خدا و پیامبر و از جانب شرع در نظر گرفته شده یعنی شوهر حق داره در اشتباهات همسر خود با ملاحظه ای او مسائلی که در جمعه گذشته گفتم همسر خود تعدیب بکنه و او زنی که از فرامین شوهر اطاعت نمی کند او را ناشزه گفته میشه ناشزه یعنی کسی که فرمانبردار نباشه کسی که خلاف دستور و خلاف امر سرباز بزنه او رو ناشزه میگن ولی این لغت تنها در زن استعمال میشه زنی که از شوهر خود اطاعت نکنه او رو زن ناشزه میگن فقهای اسلام میگن برای زن ناشزه نفقه نیست برای زنی که بدون اجازه شوهر از منزل برای نفقه نیست چرا انفاق زن برای این است که همسر خود حبس کرده در خانه خود برای ترتیب منزل برای آماده کردن امور معیشتی و تربیتی اولادهای خود و حال میم فهرسوار در مسائل دیگری که پیرامون این مسئله است این حقوق باید در نظر گرفته شد امروز شرایط ناگواری که بر فضای یا جو مملکت ما یا کشورهای اسلامی حکم فرماس این است که سیاست غرب و فرزندای غرب و کسایی که در کاسه غرب نان خوردن اونها میخواهند یک نوع سیاست سیکولاری سیاست بیدینی سیاستی که اصلا با جامعه با فرهنگ با کلچر با نظام با سلیقه و روان یک انسان مسلمان تطابق ندارد او را در جامعه تطبیق بکنه. اما خدای قدیر خدای برتر و توانا شرع مقدسش دینی انورش چیزی دیگری میخوان که علی رغم خواسته های اونها هست اونها میخوان زن با کمال بهجابی و ستری، زن با کمال آرایش بر خلاف پرده عزت و عصمت در بازارها خارج شود در برنامه شبخند اشتراک بکنند و بعد فجایعی که در اونجا صورت می گیرد یا در برنامه ستاره افغان اشتراک بکنند که ایده هر مرجه فتوایی که فتوا میده با کمال متانت می استاده که باش صحبت دیالو بکنم گفتگو بکنم از چهار مذهب فقهی امام ابو حنیفه امام شافعی امام احمد ابن حمبل و امام مالک رحمهم الله علیهم اجمعین ما آماده است اسهلترین مذهبی که پیرامون زنان آزادی قائل است مذهب امام ابو حنیفه است که او میگه روی البته در عالم در عالم امن در حالت امن روی سطر نیست دست سطر نیست ولی ایمه دیگر قطعا میگن فرض است که روی باید سطر باش قطعا چرا که اکثر مسائل از اینجا صورت میگیره وقتی که چشم به چشم شد بدون صحبت چشمها ها صحبت بکنه خلاص فنظرتون فکلامون سمه فضیح کن فجمع ترتیب بیان بعض مسائل و حقایق دینی است چون جامعه ما است که معلومات دینی در جامعه بسیار کم است باید گفته شم اگر وزارت زن آزرده میشه اگر حقوق بشر آزرده میشه اگر تمام دنیا آزرده شوه به پیش ما در برابر امر خدا فرق نمیکن چرا پروردگار میفرماید انسان مسلمان کسی است که بر سیره اصحاب پیامبر روان داشت. اصحاب پیامبر خود خدا صفت کرده این امر خدا را میگن دستور خدا را میگویند. بر طبق امر و دستور خدا و پیامبر روان هستند ولا یخافون لومت لائم از ملامت ملامت کنندگان هیچ باکی ندارن هیچ ترسی ندارن و هیچ حراسی داد و ما هم ان الله بر سیره اصحاب پیامبر ان شاء الله روان هر کسی که آزرده میشه آزرده شود ملت مسلمان ما مردم متدین ما مردم بادیانت ما میخواهند بر اسلام باشند میخواهند بر دین و مذهبشان باشند میخواهند در او تنگنا و تاریک قبر در او راه پل سرات در او روز دهشت آفرین و هول انگیز قیامت وقتی که حشر و نشر صورت میگیرد با خدا و با پیامبر باشند و همه او در اینجا صورت میگیرد که ما به اسلام عمل بود. نه به آورده های غرب نه به اوس چیزهایی که به اصطلاح ابنای غرب و فرزندای سکولر و لایک میخواهند قطعا با او انسان رضای پروردگار را حاصل کرده نمیتواند این مسئله بیان شد الله جل جلاله در آیه دیگر قرآن میفرماید وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً از جمله النُّشَانَهَا قدرت رب العزت پروردگار جل جلاله این از نفس خود شما از جنس خود شما, شما همسران همسرانتان آفرید این نشانه قدرت حضرت حق سبحانه و تعالی است و چرا لتس کنو الیها تا که با اونها آرامش حاصل بکنید تا اینکه با اونها سکونت بکنید با آرامش زن مرد تا زمانی که تا زمانی که متأهل نشود در یک نوع شور بیقراری در یک نوع اضطراب و تشنج فکری به سر می زمانی که متأهل شد همزمان در جامعه وقار در جامعه عزت در جامعه اعتبار پیدا می و در جامعه به یک مرد به او تلقی میشه شد برادر تو صاحب زن و فرزند است الحمدلله حتی در موردش خردگیری میشه اندکترین اشتباهش به رویش کشیده میشه تو صاحب عقل زن و فرزند و خانواده هستی نباید چنین کاری بکنی از آیات و نشانه های پروردگار این است که همسران شما را از جنس شما بیافرید تا اینکه شما با اونها سکونت بکنید و انس و آرامش بگیرید و جعل بینکم مودت و رحمه الله جل جلاله در بین شما دوستی محبت رحمت و رعفت و نرمی آفرید محبتی که در حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است در رابطه به همین آیه مبارکه محبتی که در بین ناکه و کو است محبتی که در نکاح است در هیچ چیزی وجود ندارد در روشنی آیه مبارکه حدیث را عبد الرحمن بن عوف از جمله عشره مبشره روایت میکنه از جناب سرور دو عالم صلی الله علیه و سلم که فرمودن المرأة إذا صلت خمسها حقوق بالا بلاي زن است. هم حق خدا وهم هم حق همسر المرأة إذا صلت خمسها زن زمانك که پنج وقت نماز خدا و شهرها و زمانی که روزه رمضان خدا بگیره و حفظت فرجها خدا الزنا کنترل کنه و حفاظت کنه و حفظت فرجها یعنی اندام نهانی خود از خیانت به شوهر حفاظت بکنه یعنی که زنا نکنه ایره نگاه بکنه و اطاعت زوجها فرمان برداری شوهر خود بکنه این گپ من نیست گپ ملای چار نیست گپ سرور دو عالم صلی الله علیه و سلم است و مستقیم از خودش هم نیست از رب العزت است چرا خدا میگه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا, في في إلا وحي يوحى پیامبر از پیش خود چیزی نمیگه این هو نيس حرف پیامبر الا وحي يوحى مگر وحی که برش وحی گفته میشه وحی کرده میشه از جهت احادیث پیامبر صلی الله عليه وسلم سلم را وحی خفی میگن و قرآن را وحی جلی وحی جلی وحی که ظاهر قرآن وحی خ... احادیث وحی خفی پیامبر چی فرمود زن زمانی که پنج وقت نماز خدا بگذاره یک ماه روزه رمضان خدا بگیره و خود از زنا حفظ و کنترل بکنه و شوهر خود اطاعت بکنه در پعلوی حق خدا حق شوهر را برش چی گفته میشه؟ قیل لها ادخلی برای چنین زن گفته میشه ادخلی داخل شو الجنت در جنت من ای ابواب الجنت شئت از هر کدام دروازه جنت که تو داخل می شوی داخل شو زمانی که امی شرایطه زن برآورده کرد برش از جانب حق در روز رستخیز و قیامت در آن روزی که انبیاء نفسی نفسی میگن در آن روز به زن مسلمان گفته میشه که ادخل من ای ابواب الجنت شیطه از هر کدام دروازه ی جنت که خوشت میاد داخل شد الله اکبر نظر به شرع نظر به دستور حق نظر به دین حوزه دین و مذهب مسئولیت زن بسیار بسیار کم است اینکه حقوق زیافه دیگر طلب میکنند در مسئولیت های دیگر خودمی می اندازند ای از دستاورده های امو غرب است که او میدانند و کارشان ای مسائل است. و ای حدیث را امام احمد با شماره 1661 نمبر حدیث در مسند احمد روایت شد حدیث دیگری که امام بخاری و امام مسلم به نام صحیحین یاد میشه در نزد علماء و دانشمندان صحیح ترین کتاب قرآن کلام خداست و اصح بعد از قرآن بخاری و بعد از اون مسلم است چرا دو بزرگوار التزام کردن که جز صحيح صحیح دیگر هیچ حدیثی اه دروغ را در کتاب خود نمی گنجانم و در مورد یک حدیث صحیح را جمع کردن یک روز مکمل میخواهد که انسان صحبت کرد اینها چی جان فشانی هایی کردن چی از خودگذری هایی کردن چی قربانی هایی کردن که امام بخاری امروز جمعه است شاید در دنیا به میلیون مرتبه نامش گرفته شد که رواه بخاری و رواه مست این امتیاز از کجا کرده خودش از ماوران نهر از بخارا نه بچه کاکای پیامبر بود نه بچه کاکای ابو بکر نه از عمر ولی اسلام بود مسلمان بود اسلام شرق و غرب نداره زمانی که متدین شد زمانی که تقوا و دیانتش به اوج خود رسید او رو پروردگار شهره آفاق برش نسید چنانه که بزرگوارا را گردنه این می که ابو هریره رضی الله تعالی حدیث را روایت میکنه میگه میکن پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن اذا دع الرجل امراته الى فراش زمانی که مرد همسر خوده برای رفع حاجت جنسی طلب میکنه ابد زن ابا ورزه قبول نمیکنه فبات غضبانه شوهر در حالت خشم و غضب امت شب سپری میکنه یعنی شب خشمگین و غضب بر علیه همسر خودش می لعنت هل ملائکه این زن ملائکه ها لعنت میکنن تا چه وقت؟ حتی تصبح تا که صبح شد و این حدیث با چندین رقم آمده در یک حدیث دیگری آمده که لعنت ها سبعین الف من الملائکه هفتاد هزار ملائکه لعنتش حالا شما فیصله بکنین و شما قضاوت بکنین این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرد کدام کتاب ضعیف و کم هم نیست امام بخاری و امام مسلم منتها من شماریش شماره ذکر نکرد شما میتونید درو پیدا بکنید تا زمانی که صبح میشه در لعنت است باید راضی به و حدیث بعدی کلا مفهوم از این واضح می حدیث بعدی را حسین ابن محسن رضی الله تعالی عنه روایت این میگه قال ان عمه له اتت النبي صلى الله عليه وسلم. حسين بن محسن قال عميمه عميمه بيش بيغمبر في حاجه لها ففرغت من حاجتها. كدام ضرورة حاجتي داشت مشكله داشت بخاطر رفع مشكلش بيش بيغمبر صلى الله عليه وسلم آمر. زمانك نزل بيعمر صلى الله عليه وسلم آمر ومشكله خدعة و وجواب شنيط خلاص شده از مشکلش پیامبر صهالهوهلم از ایش سؤال کرد پرسان کرد کی اذات زوجینند انت... آیا تو شوهر داري نبی رحمت از تمام آهاد و افراد امت که به او ملاقات کردن با او بهترین معلم بشر یک حزو بهره ای از زندگی و دین و دیانت بر ازات زوجینند آیا شوهر داری؟ شوهر هستی؟ دار قالت نعم عمه حسین ابن محسن گفت که بله شوهر دار هستم قال کیف انت له پیامبر اسلام پرسان کرد این رهبر این رهبر بشریت حتی افراد فامیل خانواده را پرسان میکن رابطه ای تو با شوهر چگونه است این مردم رهبر میگن این ناجی بشریت میکن. ای بود که در کامل ترین وجه دین خدا را به ما رساند امروز ملت ها در میگیره رهبر ها باید در موترای شیشه سیاه در موسم تابستان در بهترین اتاق های کولردار و امو سیستم های پیشرفته از آیر ها زندگی بکنن و در موسم زمستان اصلا نمیدانن که سردی چی هست از این بخاری گرم برای ده موتر بخاریداری گرم بشی ده دفتر بخاریدار برو ای که ملت زیر خیمه در میگیره افرادش تلف میشه در برفا از بین میره اصلا خبری وجود نداره اگر اگان رسانه نشم بکنن پس اون تکذیب میکنن که دروغ است کس نمورد در دروغ ره میگه رهبری اگر کسی رهبری می از جناب سرور دو عالم صلی الله علیه و سلم نقش خطش اطاعت و پیروی و تنسیل در او زمان کامیابی دنیا و آخرت نصیب همه خواهد شد هم بره رهبر هم برای قائد هم بره ملت و اجتماع اینجا پرسانش میگنه کیف انت له رابطه شما چگونه است و ای زن صحابیه با تمام معنا سوال پیامبرم میفهمه قالت ما الوه الا ما عجزت عنه ای پیامبر از هیچ فرمانش تقصیر نمیکنم مگر او فرمانی که زورم نرسه عاجز شوم باز او فرمانش رو تطبیق کرده نمیتونم دیگر تمام فرامینش رو تطبیق میکنم آنچه که در وسعم است در طاقت است تمام فرامینش برآورده میکنم ولی چیزی که زورم نمیرسه از او معذرت میخوام پیامبر رحمت چی میفرماید قال فنزوری متوجه باش پیامبر رحمت فرمودن فنزوری متوجه باش ای زن متوجه باش عین انت منه مقام تو کجا و مقام او کجا این مقام زن شوهر از نگاه مرتبه و فضیلت این انت منه تو کجا و او کجا چرا چرا خودش میفرماید. فرماید هو جنتک او نارک بدون شک او یا جنتی تو یا دوزخ تو اگر اطاعت کردی جنت تو است اگر نافرمان نافرمانی کردی دوزخ خود است مثل حدیث شبیه که الجنت تحت اقدام الامهات جنت زیر پای مادران است اینجا هم بر زنها میگه که جنت جنت در گرو شوهران است یکی از حقوق شوهر اید. که جنت در گرو شوهران است اگر کسی میخواهد رضای خدا را به دست بیاره اگر زنی میخواهد زن پارسا زن مسلمان زن متدین و با تقوا و با دیانت باشه چنین باش رضای خدا رضای پدر و مادر و رضای شوهر بعضی چیزهایی که علما و فقها از لابلای آیات و احادیث گرامی پیامبر صلی الله علیه و سلم کردن به گونه حقوق و او را فشرده فشرده نوشته کردم اینجا یک زن باید به گفته ها و فرامین شوهر خودش گوش فرادهد یعنی فرمانش گوش بکن دو تکبر و نافرمانی نکند سی از منزل بدون اجازه شوهر بیرون نرود این قانون خدا و فرمان پیامبر است برای هیچ کس به خانه خود بدون اجازه شوهر اجازه دخول ندهد پنج مال شوهر را بدون رضا و رغبت وی مصرف نکند یک زنها هستند ماشاءالله مدیر برنامه ریزی هستند اگر یک لکم در یک روز برش تسلیم میکنی لکوچی چی است شاید میلیون چنان تهیه و تنظیمش بکنه که ده هزارش هم تا شب باقی نمید. این طور نکنه بلکه مصرفی که با مشوره همسر با تفاهم همدیگر از گرفتن روزه نفلی حتی بدون اجازه شوهر خودداری کند ایره من نمیگم حوزه دین ناحیه اسلام مکتب مقدس اسلام و این احادیث کلش احادیث است هفته آبرو و عزت و اولاد و مال شوهر خود را مراقبت و حفاظت بکنه هشت از وی شکران کرده فضل او را انکار نکند شوهر برای همسر نعمت خداست این نعمت چی وقت فهمیده میشه؟ نعمت ها وقتی فهمیده میشن که زایل شوند. از دست بروند. یک زنی که همسر خود از دست میده چند تا طفلم میداشته بی سرپرست بی ولی بی مراقب در او وقت باز فهمیده میشه که نعمت است بناهن هر نعمت شکران داره زن شکران نعمت شوهر خود بکنه و انفاقی که برش میکنه از او انکار نکنه نو به وجه پسندیده با وی رفتار بکنه ده خود را برای شوهر آرایش بکنه اما عصر و تاریخ چی میگه دین ما میگه زن خوده برای شوهر آرایش کنه. تتجمل الله و تتزین الله جمال و زیبایی خود برای شوهرش آشکار کنه اما زنان امروز وقتی که کوچه و خیابان و سرک و خانه دوست و امثال هم, هم رفتن آرایش میکنن و پیش شوهر آرایش وجود نداره الا ما و در او هفته گذشته حق زن بر شوهرم ممی بود که شوهر باید بهترین کالایی که همسرش خوش داره اموره بپوشه این حق از جان یازده با والدین شوهر رفتار خوب داشته باش با والدین و اقربای شوهر رفتار خوب داشته باشه رفتار نیکو و پسندیده ای نکنه اگر اقربای خودش آمد فورا گوشت و پلا و امثالهم هم درک باشه و اگر اقربای شوهر آمد برو یک چای و چاکلیت رخصتش کپور خانه خرابی دی وقت آمده چی می؟ نه از خدا به ترسه باید الله جل جلاله هر مسلمان اینمی تیوری که پیشش باشه که خدا حاضر و ناظر است و اعمال مرا کنترول می اینمی تیوری در سینه هر مسلمان در فکر و دماغ هر مسلمان که باشه تمام اعمالش خوب میشه و تمام اعمالش زیر ضبط و کنترول دین و دیانت قرار میگیره اگر خدای نخواسته ترس آخرت هم نباشه حضور خدا هم نباشه انسان ها وقتی گناه میکنن که در غفلت میباشند حضور خدا را فراموش می کنن. دوازده دوازدهم زنان باید به خاطر خوشنودی خدا فرمانبردار همسران خود باشند البته فرمانبرداری در اطاعت اما جایی که معصیت و گناه باشه در اونجا فرمانبرداری نیست سیزدهم مراعات حقوق زوجیت راه به سوی سعادت فامیل است ای مشترک است زن حق شوهر شوهر حق زنه زمانی که مراعات بکنن سعادت فامیل در نظر گرفته میشه یک فامیلی خوب یک فامیلی نمونه یک فامیلی با کرکتر و با ادب و با سجایا و خصلت های اسلامی حتی الگو برای دیگران میشه چارده کوتاهی در حقوق زوجیت علت برای فروپاشی فامیل میگردد واقعا وقتی که حقوق از جانبین در نظر گرفته نشد و مسئله به و هم کشید فامیل از هم فرو می پاشه اولادها درست تربیه نمیشن پانزدهم بزرگترین کسی از نظر حق در نزدیک زن شوهر وی است یعنی قوی ترین حقی که به یک زن داره بعد از خدا البته شوهر شد در بین مخلوق حق شوهر است این باید در نظر بگیرید 16 در فرمانبرداری زن از شوهر کدام مشقت و رنجی نیست بلکه رفتن به سوی تکامل و قوت فامیل است این انوز تکمیل فامیل میشه و به سوی تکامل میره و تمام آرزوهایشان برآورده میشه عبدهم فرمانبرداری زن از شوهر راه به سوی خوشنودی خدا و دخول جنت است این مسائلی بود که از جمله از آیات قرآن مجید و احادیث سرور دو عالم صلی الله علیه و سلم حضرات فقهای کرام رحمهم الله جمعوری کردن و حضور شما تقدیم کردم خدا کنه که الله جل جلاله به وسیله ای آیه به به خود ما توفیق عمل نصیب بفرمایه و همه مسلمان ها را توفیق عمل نصیب بفرمایه اله العالمین خدایا همه شوهران را توفیق نسيب فرما تا حقوقي ازواج وهم همسران خذ برا ورده قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند.